پنج تا از مهمترین کارهایی که بعد از خرید قلیون برنجی باید انجام بدی توی این ویدیو در انتظارته پس حتما ادامه این ویدیو رو ببین تا بدونی باید چیکار کنی به نام خدا سلام من علیارم و امروز میخوایم در رابطه با قلیون برنجی و پنج تا کار اولی که باید انجام بدیم صحبت کنیم پس همراه من باشید خب بریم سراغ اولین نکته ای که در رابطه با قلیون برنجی باید رایت کنیم وقتی قلیون برنجیتون رو خریدین باید دو قسمت اون رو حتما بشورید داخل لوله و انگشتی داخل شیر حتما بشورید اگر روی قلیونتون هم بشورید که خیلی خوبه بعد از عمل پرداختکاری و برراه کردن قلیون برنجی یه کاری میکنم به نام نفشوی و میان تمام کسیفی های این قلیون رو با اون نفته تمیز میکنن و قلیون یک مقداری بوی نفت یا بنزین میده حتما قبل از اینکه قلیونتون استفاده کنید همه جای اون رو بشورید مخصوصا لوله و شیر دومین کاری که بعد از خرید قلیون برنجی باید انجام بدید امتحان و تست کردن قسمت های مختلف که مهمترین رکنای قلیون همونجوری که قبلا توی های مفصلی من بهتون توضیح دادم که چه قسمتایی خیلی مهمه انگشتی شیر حتما تست کنید که هوا راحت رد و بدل بشه و باعث نشه قلیونتون سنگین بشه نکته سوم حتما قلیونتون رو به صورت سنتی آببندی کنید قلیون برنجی با توجه به اینکه اکثرش حالا غیر از این قلیونایی که حالا جدیدن ساخته شده و مکانیزم جدیده غیر از مکانیزم جدیدا قسمت گلوی چون جوش خورده واشر معمولا باد میکنه و یا شیشه رو میشکونه یا گلوی رو میشکونه و باعث اذیت شدن شما نکته چهارو هر شیلنگی که برای قلیون برنجی خریدین همونجا تست کنید روی قلیونتون چون انگشتی روی قلیون فلزی و برنجی شکلهای مختلفی داره اندازه مختلفی داره این اندازه مختلف باعث این میشه که نوع قرار گرفتن شیلنگ متفاوت باشه پس فراموش نکنید که حتما شیلنگ رو رو تنتون امتحان کنید نکته پنجم اصلا مهم نیستش که توی 4 5 سری اول تو قلیون برنجیتون تو چی میکشید پس نیازی نیست به طعم دلخواهتون قبل از خریدش برسید میتونید 5 تا تم 6 تا تم تست کنید و بعد از اون یه تم بکشید و قلیونتون رو تم دار کنید دوستتون دارم یا علی خداحافظ